سلام، یکی از مهمترین توانایی‌های انسان قدرت سخن گفتنه. کلمات از قدرت زیادی برخوردارن و موقع حرف زدن باید اونها رو سنجیده به کار برد، چون گاهی به کار بردن یک کلمه یا جمله مناسب میتونه مشکلات بزرگی رو حل کنه. چون میدونم دوست دارین زودتر قصه ما رو تماشا کنین، منتظرتون نمیذارم. قصه امروز ما هم درباره اهمیت به کار بردن کلمات، پس خوب تماشا کنین. قصه خواب دندان. روزی و روزگاری پادشاهی بود که در قصر زیبای خودش زندگی می‌کرد. این پادشاه خواب سنگینی داشت و وقتی به خواب می‌رفت هیچ چیزی نمی‌تونست بیدارش کنه. نه! عجب خواب بدی دیدم. وای. شاه از خوابی که دیده بود اونقدر ترسید که دیگه خوابش نبرد و شروع کرد به قدم زدن و اونقدر قدم زد تا کم کم هوا روشن و صبح شد. سلام بر خورشید عالم‌تاب که از نور اون جهان دوباره روشن شده. سلام بر قبله. کافیه، بس کن که دیگه اصلا حوصله ندارم. ای داد بر من، چه شده که پادشاه را خسته و نگران میبینم؟ دیشب خوابی دیدم که آرامش را از من گرفت و تا صبح دیگه خوابم نبرد. اصلا نگران نباشین، شاید خوابتون معنی خیر و خوبی داشته باشه، به دلتون بد نیارین. نکنه خوابم تغییر خوبی نداشته باشه. چه میفرمایین قربان؟ مگه امکان داره پادشاهی خوبی مثل شما خواب بدی ببینه؟ بهتره من برم خوابگزارها را به قصر احضار کنم تا خوابتون را زودتر تعبیر و معنی کنن. با اجازه. آخه این دیگه چه جور خوابی بود که من دیدم؟ خدا کنه معنی بدی نداشته باشه. قبله عالم به سلامت باد. خوابگزاران به حضورتان شرفیاب می شوند. قربان، این هم بهترین خوابگزاران این سرزمین هستن. اصلا نگران نباشین، اونها معنی خوابتون رو به شما عرض می کنن. سلام بر پادشاه بزرگ ما. آهای، با شما هستم. زود باشین، بیشتر خم بشین. شما در حضور بزرگترین فرمان روای جهان هستین. عجب آدم چاپلوسی. بیچاره خودشیره نمی کنه. حتما میدونین برای چی احضار شدین. پادشاه بزرگ ما خوابی دیدن که تعبیرشو میخوان بدونن. آیا شما میتونین معنی خواب منو بگین؟ البته که میتونم، من بهترین خوابگزار این شهر هستم. دیشب خواب ترسناکی دیدم که تا صبح نتونستم بخوابم. میخوام معنیشو بدونم. اطمینان میدم خوابی در جهان نیست که من نتونم تعبیرشو بگم. خوابتون از اول تا آخر برای من تعریف کنین. اولش به نظر خواب خوشی میومد و شاد بودم، اما یه دفعه تو خواب دیدم که همه ی دندونام ریخت. خیلی ترسناک بود. عجب خوابی، حق دارین. بعد از این همه سال خوابگزاری تا به حال چنین چیزی نشنیده بودم. جونتون در بیاد، زود بگین چی شده دیگه. نمیبینین پادشاه ما نگران هستن؟ اتفاقا از نظر من تعبیر این خواب پادشاه بسیار ساده است. ای جان به لب شده، جونم به لبم رسید، بگو دیگه. این خواب بسیار بدیه و معنیش اینه که همه نزدیکان پادشاه میمیرن و فقط پادشاه زنده میمونن. ای وای بر من، ای وای بر من، چه خاکی به سرم شد. وای، خدا منو میکشت و اینطور ناراحتی شما رو نمیدیدم. ای وای بر من، ای وای بر من. ای زنم، بچه ها. تعبیرهای من همیشه درستن، همین که گفتم اتفاق خواهد افتاد. سرورم، اینقدر بیتابی نکنین، شاید هنوز امیدی باشه. بذارین نظر خوابگزار دوم رو هم بشنویم. آی خوابگزار، بگو ببینم نظر تو درباره این خواب چیه. سرورم زنده باشم، عرض می کنم خواب شما رو طور دیگه هم میشه تعبیر کرد. آه، چی میگی؟ معنی خواب همونه که من گفتم، نه چیز دیگه. چی گفتی؟ یعنی خوابم معنی دیگه ای داره؟ زود باش بگو ببینم، بگو.
زندگی پادشاه دراز و خوابهایش خوش باد. به شما مژده میدم که دیشب خواب بسیار خوبی دیده اید. ریختن دندان در خواب معنیش این است که عمر پادشاه از همه نزدیکانش طولانی تر است. عجب خبر خوبی. بله آفرین آفرین، چه خبر خوبی. نای نگهبان بیا اینجا ببینم. بله سرورم، در خدمتم. زود این خوابگزار تیره پوش بدخبر رو ببرین بندازین تو سیاه چال. بله سرورم. سیاه چال؟ آخه برای چی؟ منم که همین تعبیر رو گفتم قربان. آخه ای نادان، وقتی همه نزدیکان من بمیرن زندگی برای من چه ارزشی داره؟ ببرینش که دیگه نمیخوام قیافش رو ببینم. سرورم رحم کنید، عفو کنید. تندتر برو، حرف نزن. آفرین خوابگزار خوب ما، آفرین. به این مرگ کیسه زر پاداش بدید. چطور؟ عجب پاداشی گرفتم. آخرش نفهمیدم چرا من انداختن اینجا. خب بالاخره همه چی به خیر و خوشی تمام شد. ببخشید قربان، میشه سوالی بکنم؟ بله جانم، بپرس. چرا نپرسی؟ اون دوتا خوابگزار که هر دوتاشون یه حرفو زدن، پس چرا یکی جایزه گرفت و اون یکی مجازات شد؟ بله جانم درسته، حرف هر دوتای اونا یک معنی داشت، اما اولی حرفو با زبان تند و بد گفت و مجازات شد و دومی همون حرفو با زبان خوش و شیرین گفت و پاداش گرفت. به قول قدیمی ها که ضرب المثلی دارن و میگه یک حرفو همه جور میشه زد. عجب. خب حالا بذار من برم و نهارمو بخورم. حرف رو همه جور میشه زد. اگر کسی حرف درستی رو با کلماتی بد به زبون بیاره و برای همین واسه خودش یا دیگران مشکل بسازه و به زحمت بیفته، این مثل حکایت حالش میشه. آرزو میکنم همه شما از افرادی باشین که همیشه کلمات و جملات خوب و درست رو به زبون میارن. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون باشه.